رهبر انقلاب اسلامی زیر سوال بردن اصل انتخابات را بزرگترین جرم خواندند و با انتقاد از بی‌توجهی برخی به این جرم افسودند. همان فردای انتخابات عده‌ای بدون دلیل و استدلال آن انتخابات عظیم را دروغ خواندند. آیا این جرم کمی است؟ رهبر انقلاب اسلامی با اعلام برخی مسائل پشت صحنه به دادن پیغام به عناصر صحنه‌گردان در اولین ساعات پس از انتخابات اشاره کردند و افسودند در همان ساعات اول به آنها پیغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسائل هستید اما دیگران از آنها سوء استفاده می کنند و شما نمی توانید ماجرا را کنترل کنید و همانطور هم شد. در حالی که کسانی که وارد عرصه سیاست می شوند باید مثل شطرنج باز ماهر حرکات و تغییرات بعدی عرصه را نیز محاسبه و پیش بینی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنانشان در نماز جمعه پس از انتخابات افسودند. ابتدا پیغام خصوصی و نصیحت لازم داده شد اما وقتی انسان ناچار می شود برخی مسائل را علنا نیز ابراز می کنند. ایشان با اشاره به مخالفت و خط زدن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا در برخی حوادث اخیر سوال کردند معنای واقعی این مسائل چیست؟ حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مواجه کردن مجموعی از مردم با نظام و کشور را آن هم در حالی که این مجموعه صادقانه و بدون سوء نیت وارد میدان انتخابات شده بودند خلافی بزرگ دانستند. ایشان درباره انتقاد از رهبری نیز خاطر نشان کردند. البته انتقادها هم اکنون نیز بیان می شود و بنده هم آنها را دریافت می کنم.